چند سالی میشه که با بهانه جویی های مقامات کانادایی چراغ سفارت این کشور در تهران خاموش شده، اما حالا انگار زمزمه فعالیت های دیپلماتیک مجدد این کشور به گوش میرسه. حفاظ آهنی این درب چند سالی است که کنار زده نشده و ساختمان توسط پلیس دیپلماتیک محافظت نمی شود و اثری هم از هیچ پرچمی نیست. چند سال پیش کارمندانش پرچم را پایین کشیدند و ایران را به مقصد اتاوا پایتخت کانادا ترک کردند و دیپلمات‌های ما هم این درب را بست و راهی تهران شدند. روابطی که با ادعاهای مداخله جویانه کانادا برهم خورد و تا به امروز هم ادامه دارد. ما سفارت خودمون را در ایران به دلیل ناامن بودن تعطیل می‌کنیم. به عقب برمیگردیم، همان سال‌های اولیه انقلاب وقتی که سفارت آمریکا در تهران تعطیل می‌شود. میز جاسوسی‌هایش را به دستور جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا به ساختمان سفارت کانادا در تهران می‌آورد و مجریان یعنی تیلور سفیر وقت کانادا راز آن را پس از انتشار یک کتاب به نام مرد ما در تهران فاش می‌کند. تا چند سال اقدامات مخفیانه آمریکا در سفارت ما در ایران صورت می‌گرفت. تعطیلی بخش صدور ویزا در سفارت، تحریزی برای کارشکنی در برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران، وارد کردن افراد و شرکت‌های ایرانی در لیست تحریم و توقیف اموال ایران به بهانه‌های مختلف، بخش کوچکی از اقدامات ضد ایرانی کانادایی هاست. البته دوستی دولت کانادا با رژیم صهیونیستی و رضایت همیشگی نتانیاهو بر هیچ کس پوشیده نیست. مقامات کانادا بارها حمایت خودشان را از اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران ابراز کردند. حالا چند وقتی است که زمزمه‌هایی از ترمیم روابط ایران و کانادا به گوش می‌رسد. موضوعی که از سخنگوی دولت پیگیری کردم که پس از این همه کارشکنی‌ها حالا تکلیف کانادا چیست؟ نسبت به این تصمیمی که دولت قبلشون در ارتباط با ایران گرفته بود، نکوهش کردن و اون رو نادرست دونستن. همین خودش نشان میده که زمینه و تفاوت نگاه وجود داره. به باغ ملی هم سری زدم و از جزئیات این بازگشایی پرسیدم و گفتگوها و رایزنی‌های دیپلماتیکی هم بر اساس همین پیشنهاد کانادا بین دو کشور آغاز شده. دور اول رایزنی‌ها در نیویورک بین هیئت‌های دو کشور انجام شده و هر گونه تحول جدید و اقدام جدید منوط به توافق دو جانبه در مسیر این گفتگوها هست. ما از رابطه با کانادا، رابطه مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و رابطه‌ای مبتنی بر اصول اساسی برابری در روابط بین‌الملل به طور کلی استقبال می‌کنیم. در زمانی که ما به دنبال پاسخ‌ها بودیم، دوباره یک اقدام ضد ایرانی کانادایی‌ها خبر اول رسانه‌ها شد. حالا باید منتظر موند و دید که آیا دولت کانادا دست از اقدامات ضد ایرانی خودش برمی‌داره و چراغ این سفارت دوباره روشن خواهد شد یا نه.